من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مقالطات رو به کار میبرن. در کشور ما بود که فقط برهوت بود. باری این آقا اومده سخنرانی خیلی خوبی کرده فعلا. من به شما قول میدهم این چیزی که عرض میکنم در جهان هر اتفاق میفته، این عرض کنم فاشیست کوچولوهای عهد پهلوی میخوان همه شو به نفع روزگار پهلوی مصادره کنن. آقا ببینید مصر اسلامی شد و فلان شد و اینها، و یادش به خیر اون که شما قسمت بود. آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا. قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگم، شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید ما رو تصحیح کنید. آقا کودتاچی هستن، یعنی کودتاچی رو از در بیرون میکنی از راه آب میاد، از راه آب بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتاچی بودن اینها، با کودتای خارجی آمدن برا. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتاییست. چگونه کودتاییست؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست، از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاچه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید، من عکس اینا رو به شما نشون میدم، این ژنرالای 4 ستاره شو بوبولی بوبولی، انگاری گارسون رستوران هستن. خب ژنرال پارتی بودن دیگه اینا، اینا ژنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن، ژنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنم که تعظیم، حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذشت. ژنرال که حواسمون باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازن بار. نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا جناب شاهزاده، نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم، از خواندنی ها. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، زبونه هم که بسته بود، قلمه هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تحتیل کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مای ساباکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتوکن؟ بله. اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از این از خواندنی هاست. بله، افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهان دو، مردم ایران تپاندن اونها پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه می‌فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن، در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید
اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی ادامه دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یکم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه آخه، خجالت هم خوب چیزی آخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما این مشاهده من صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض اینکه حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟